تیمی ملی فوتبال تاجیکستان با بازی دوره چهارگ نهایی جام آسیا 2023 مقابل منتخب اردن آمادگی را آغاز کرد. پس از یک روز استراحت یکچین تاجیکستان در دوحه با کار شروع کرد. مشق‌های ملی پوشان ما در مرکز تمرینی الارسال برگزار شد. همه بازیگرانی که به هیئت یکچین کشور داخلند در گروه عمومی تمرین نمودند. نیم حمایتگر امدانی کمالوف به دلیل کارت سرخ در بازی با منتخب قطر گرفته از حق شرکت در سه واخوری محروم است و مقابل تیم اردن به میدان نمی‌براید. ما خیلی خوشحال هستیم که به این دور گذاشتیم و خیلی که به همگان معلوم است ما در تاجیکستان با دولت اردن بازی کردیم و فکر میکنم یک بازی خیلی خوب خواهد شد و تمام سعی و کوشش خود را در میدان میگذاریم که تا به دور دیگر گذاریم. معلوم است که اردن خیلی دسته پرقوت است و با بچه ها آمادگی خوب دیده، با سرمربی، با استاد مربی آمادگی خوب دیده، به این بازی نیش آماده میشیم تا اینکه مخلصان فوتبال تجربه شد گردانیم بار دیگر. بله، از این بر میاد که دسته اردن تا آخری بازی بازی رو ادامه می دهد و اونها از رفت بازی رو افتادن نمی شوند گرچند بوی نیز داده ایستاده باشند. برای ما نیز ضرور می آید که تا آخر بازی فکرمون در بازی باشد و کوشش کنیم که غلبه به دست بیاریم. تیاری خیلی خوب است، رویای بچه‌ها نیز خیلی خوب است. ما خیلی خرسندیم که با مردم تاجیک این غلبه ها رو تحفه کرده ایستادیم و می خواهیم که باز ادامه دهیم تا اینکه سری مردم تاجیک رو در تمام آسیا بلند برداریم. قابل قید است که دیدار تیم های ملی تاجیکستان و اردن در دایره واخوری های مرحله چهارگ نهایی جام آسیا 2023 سنه دویم فورال در ورزشگاه احمد بن علی شهر دوحه برگزار گردیده ساعت 16:30 به وقت دوشنبه آغاز میگردد. دیدار مذکور را تلویزیون ورزش مستقیما نمایش میدهد. رقمی ده یکم فرق میکند از دیگر همدستایش، چون که اردن خیلی دسته قوی است، بازیگرای خوب هم دارد و یاد دو تاش خیلی فرق کننده است. از ما هم داریم بازیگرای خوب، ما هم بیشتر داریم. ان شاءالله که تا آخره بازی میکنیم.